إن أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. صلى الله على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 159 و انشاءالله آیات بعد از آن است که موضوع گفتار امشب خواهد بود. در آیه پیشین پایان آیه این چنین ختم شد بعد از مبحث اشاره به صفا و مروه و جایگاه این دو مکان که خداوند از اون تعبیر به شعائر الله فرمود، جلوه‌ای و وجهی و نشانه‌ای از اون چه انسان‌ها رو به خداوند سبحان نزدیک می‌کند و علامتی است از علائم دین الهی و تشریع و دیانت. اونگاه به دنبال اون فرمود که شما اگر چنین عمل کنید و طوف صفا و مروه کنید، سعی اون بکنید، بدانید که اجر شما و مزد شما و جایگاه شما در نزد خداوند محفوظ است، چون فإن الله شاکر علیم، خداوند شاکر علیم است. لطافت این سخن رو در اون نوبت بازگو کردیم که شکر خداوند چه معنا دارد و چگونه ذات باری تعالی هم موقعیت و امکانات به ما میدهد، فرصت بهره برداری مرحمت میکند و در این حال تشکر هم میکند. خب جایی که مکانی که خداوند شاکر باشد با این موقعیت و شرایط دیگه انسانها طبیعی است که باید نسبت به محاسن خوبی ها با اون چه به عنوان خدمت و لطف از دیگران میبینن زبان شکر داشته باشن، البته این شکرشون عالمانه باشد، شاکرون علیم. به دنبال این بحث فرمود ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، همان اون کسانی که کتمان میکنند آن چه ما فرو فرستادیم از بینات و هدا. توضیح خواهم داد کلمه رو. من بعد ما بیناه للناس، بعد از این که ما این رو روشن میکنیم در کتاب برای مردم، کسانی که میپوشانند آنچه خدا فرو فرستاده است، این گروه رو خداوند لعنت میکند. واللائنون و لعنت کنندگان، همین گروه و جماعت رو مورد لعن خودشون قرار خواهند داد. از همون ابتدا آغاز میکنیم ان الذین یکتمونه، اون کسانی که کتمان میکنن. واژه کتمان رو ما هم استفاده میکنیم به معنای پوشاندن به کار میبرید، چیزی رو، نکته ای رو میگید کتمان این کار نکنید، کتمان این امر نکنید. کتمان درست است، به معنای پوشاندن به کار برده میشه، اما نه هر پوشاندنی رو. کلمه ای که گسترده و عام به معنای پنهان کردن و مخفی کردن است، ستر است، ستر. اما کتمان به این معنا نیست. اگر کسی یه شیء قیمتی رو، یه مال نفیسی رو پنهان کند، نمیگن کتمان طلا کرد،
نمیگن این جواهر رو کتمان کرد، نه، کتمان به کار برده نمی شود مگر در مورد خبر، موضوع، مطلب و گزارش. اگر شما یه نکته ای را، یه علمی را، یه آگاهی را پوشانیدید و جامعه را از اون محروم کردید، نام این کتمان است. اگر یه مطلبی رو که تأثیر گذاره در دیگران اگر بدانند، این رو پوشاندید و پنهان کردید و نگذاشتید به اهل اون برسد، این کتمان است. این رو میگن کتمان. بنابراین کتمان در مسیر خاصی استفاده میشه و به کار برده میشه در قرآن و در استعمالات عرب. حالا فرمود اون کسانی که کتمان میکنن چه چیز را؟ ما انزلنا، آن چه ما فرو فرستادیم، یعنی وحی را، یعنی پیام های آسمانی را، یعنی سخنان خداوند را. ما انزلنا، مراد از این ما انزلنای ما چیست؟ من البینات و الهدا، اون چه خداوند به عنوان بینات و اون چه به عنوان خدا فرستاده است. این دو کلمه رو شما زیاد میشنوید، این آیه رمضان رو هنگامی که تلاوت میکردید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. شهر رمضان، این ماه رمضان، ماهی است که قرآن در اون نازل شده است و در اون خدا و بینات آمده است. هدایت و بینات در کنار هم قرار میگیرند. تو این آیه هم همینطور میفرماید و ما انزلنا من البینات و الهدا، کسانی که میپوشانند بینات و هدا را. حالا بینات و هدا، بینات جمع بینه است، هدا هم که مشخصه، یعنی هدایت، راهنمایی. آیا اینها با هم یکی هستند؟ یعنی یه تنوع در تعبیر خداوند به کار میبرد، یا اینها دو چیزند؟ شاید اگر یه قدری با دقت بحث رو نگاه کنیم اینطور باشه که هدا و هدایت یعنی همون اصول معرفتی، همون شناخت‌های روشن و زیبایی که خداوند درون وحی آسمانی، درون کتاب‌های آسمانی قرار داده است برای اینکه انسان‌ها ببینن و راه بهتر زندگی کردن رو انتخاب کنن. هدن للمتقین، هدن للناس، همین است. اون شناخت‌ها و معرفت‌هایی که در لابلای آیات الهی خداوند فرو می‌فرستد که انسان‌ها راه درست زیستن و زندگی سالم رو پیدا کنن و در پناه نورانیت این هدایت راه خودشون رو طی کنن. این میشه هدا. اما بینات چیز دیگری است. خب ما میگوییم که خداوند در قرآن هدا فرستاده است، یعنی راه ها، اصول، شناخت ها و یه معرفت هایی رو برای سعادت انسان ها مشخص کرده است و پیش روتون قرار داده است. خب شما این مطلب رو میگید و ادعا میکنیم که قرآن هدایت است، اما برای اینکه این ادعا ثابت بشه که قرآن هدایت است، دلیل میخواد. اون میشه بینات. بینات یعنی اون ادله و نشانه هایی که اثبات می کند و روشن می کند که مزامین، تعالیم، محتوای قرآن هدایت است، راهنمایی دقیق انسان هاست. اون چیزهایی که لابلای قرآن وجود داره، گزارشاتی، مصادیقی، مواردی که تثبیت می کند، اثبات می کند اون عظمت و شرافت آیات الهی را، زیبایی اون رو، نیاز بشر رو به اون نشان میده، نام اینها میشه بیانات. حالا این بیانات ممکنه در قالب استدلالات عقلی باشه، ممکنه در قالب شواهد خارجی باشه، ممکنه در قالب حکایات تاریخی باشه، ممکنه در قالب اصل اعجاز قرآن باشه. اصل اعجاز قرآن از بینات است اصلا به طور کلی. پس بینات چیزی است که هدایت رو تثبیت می‌کند. فرمود اون کسانی که میپوشانند بینات و هدا را، خود اون شناخت ها و معرفت ها رو میپوشانند و بعد ادله ای هم که اثبات حقانیت اون میکنه، اینها رو هم کتمان میکنند و میپوشانند. من بعد ما بیناه للناس، بعد از اینکه ما اینها رو بیان کردیم برای مردمان، فل کتاب، بعد از اینکه اینها رو ما گفتیم، روشن کردیم در کتاب، اینها کتمان میکنند. حالا چی نتیجه اینهاست؟ الان میرسیم. اما در کتاب، مراد از الکتاب دو معنا میتونه باشه در قرآن. وقتی کلمه الکتاب میاد با الف و لام، یه معنای الکتاب یعنی تمام وحی‌های آسمانی، به تمام وحی آسمانی کتاب گفته میشود. هر چه خدا برای بشر فرستاده از کتاب است. تمام اون چه پیامبران میگویند، اینها یه اصول منظم تثبیت شده است، لذا بهش کتاب میگیم. الکتاب یعنی تمام وحی آسمانی. هر چه ما در وحی‌ها گفته ایم، ادهی به قرض ورزی میپوشانند و نمیگذارند این حقایق دست مردم برسد تا منافعشون رو تأمین کنند. این یه نکته.
ممکنه مراد از کلمه الکتاب در مواردی در خود قرآن کریم الکتاب گفته میشه و مراد از این الکتاب مهمترین کتابی است که قبل از قرآن اومده است. مهمترین کتابی که قبل از قرآن آمده از کدام است؟ ممکنه بفرمایید انجیل؟ نه، تورات است. مهمترین کتاب قبل از قرآن کریم تورات است، به دلیل اینکه انجیل که بعد از تورات میاد بیشتر جنبه یک کتاب اخلاق داره. یعنی فرض کنید در کتابهایی که میشناسی ما مثل یک اخلاق ناصری، مثل یک معراج السعاده، یک کتاب اخلاق نیست انجیل. انجیل چندان بار حکمی ندارد، یک کتابی است که بیشتر مواعظ، نصایح، گزارشات این چنینی جناب عیسی فرموده است و بعد هم شاگردان اون روایت کردن، بازگو کردن، نوشتن. و البته خب ما متاسفانه انجیل واحدی که نداریم، همین اناجیل چهارگانه، انجیل های چهارگانه ای که دستمون داریم. خلاصه اینها یه نکات اخلاقی است، کمایی که مثلا فرض بفرمایید زبور یه کتاب دعاست، زبور داوود با تمام عظمت و اهمیتی که دارد، اما یه کتاب دعا که نمیتواند زندگی انسان ها رو راه ببرد، یه کتاب اخلاق که نمیتواند اجتماع رو اداره کند. انجیل کتاب اخلاق است. مسیحیان لابد و ناگزیرند که به احکام تورات مراجعه کنند در زمان خود عیسی، و باید مراجعه می کردند، چون این صرفا یک کتابی است که اون اصول اخلاق رو براشون مطرح می کند. اما تورات نه، تورات نسبت به انجیل احکام و بخش های حکمی قویی داشت و یه اصول خاصی در اون مطرح بود. لذا می بینید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض، گاه میبینید یا رفاهای بادی از صالحون، لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، از ذکر به تورات گفته میشه، الکتاب به تورات گفته میشه. اون بزرگی تورات قبل از انجیل و بعد از انجیل مسلمه، اون جایگاهی که تورات داشته، و با آمدن انجیل نسخ نمیشه تورات، بخش هایی از اون باقی میماند، به دلیل اینکه جناب عیسی مریم احکام ویژه خاصی رو بازگو نمی کند، بلکه مصدقا لما بین یده من التورا، تأیید می کند، تثبیت می کند این بخش های تورات رو، امضا می کند جناب عیسی. پس مراد از الکتاب هم می تواند تمام وحی های آسمانی باشد و می تواند تورات باشد. حالا از اول آیه مجدد نگاه می کنیم. اون کسانی که می پوشانند، پنهان می کنند اون اصول هدایت و بینات روشنگری رو که خداوند در وحی‌های آسمانی فرستاده است، اولئک یلعنهم الله، خداوند اینها رو لعنت می‌کند. اون کسانی که می‌پوشانند، چرا می‌پوشانند؟ هرچه مصالح اینها و منافع اینها رو تهدید می‌کنند. این متأسفانه بوده است. می‌دانید که بالاخره این نزاع و این گله باقی است از عالمان یهود و عالمان مسیحیت در زمان نزول قرآن، که اون صداقت لازم رو به خرج ندادند، نیومدن باز کنن اون بشارت ها و اشارت هایی که در کتب پیشین آسمانی، در خود متن تورات، معاد، مد تورات، پارقلیت، فارقلیت انجیل، نیومدن این واژگان کلیدی رو دقیق باز کنن، تفسیر به رأی کردن، اینها رو مطابق خواسته ها و میل خودشون بازگو کردن. جایگاه پیامبر و شخصیت و خاتم رسولان رو که در کتب پیشین خودشون و در بشارت عهدین و کتابهای گذشته آمده بود کتمان کردند، پوشاندند، اینها رو منطبق نکردند بر شخصیت پیامبر اسلام و یه جفایی در حق یهودیان و در حق مسیحیان روا داشتند این جمع و گروه. این یه گوشه از اون چیزهایی بود که یکتمون. حالا اینه که عرض میکنیم این آیه با این توجه مثلا به جامعه یهود و نصارا، اینو عنایت دارید، همیشه عرض کردیم آیات قرآن خاص یک کس و جماعتی نیست. خب این سنت هست الان این برنامه‌ای که خب به لطف الهی بعد از بحث دوستان سوالات رو مطرح میکنم، بنده بازگو میکنم. یه عزیزی یه سوالی دارند، اما الان که توفیقی دست میده و پاسخ این رو ما مطرح میکنیم، برای اون شنونده پاسخ رو، یعنی برای طراح سوال پاسخ رو بنده مطرح میکنم؟ نه، برای همه عزیزان است. ممکنه یه سوالی از یه شخص وارد میشه اما پاسخ برای همه است. یه آیه در یه مورد میاد اما عمومیت داره، تمام موارد رو میگیرد. یعنی اگر این رو خدای سبحان در مورد عالمان یهود و نصارا میگوید، در مورد عالمان مسلمان هم همین است، در مورد تمام حقایق همین است. ان الذين يكتمون، اون کسانی که کتمان میکنند حقایق الهی رو، میپوشانند وقتی این حقایق به سودشون و نفعشون نیست، هنگامی که این حقایق منافعشون رو تهدید میکنند، میپوشانند و بازگو نمیکنند، اولئک یلعنهم الله،
اینها شایسته لعنت خداوندند، که الان خواهیم گفت این لعن چیست. بنابراین ولو ممکنه در یه مورد خاص ما ابتداعا آیه شریفه رو تفسیر کنیم و به بیان شأن نزول براش معرفی کنیم، اما این بیان کلی است، حکم در تمام موارد این صادق است. و اینو در روایات معصومین داریم، اون کسی که علمی رو میداند و آگاهی رو دارد که مؤثر است برای انسانها و جامعه، اما هنگامی که به اون مراجعه میشه میپوشاند این علم و آگاهی رو و پنهان میکند. خداوند لجامی از نار و آتش در قیامت به گردن او خواهد زد، به گردن چنین عالمی که علم خودش رو میپوشاند و هنگامی که جامعه نیاز دارن پنهان میکند و رو نمیکند و حقایق را بازگو نمی کند و در قبال حقیقت متاسفانه صادقانه برخورد نمی کند، هرچند رتبه و مقام مقام علم باشد و عالم باشد. خداوند لجامی از آتش به دهان چنین عالمی می زند که حقایق را پنهان کند. اونگاه معصومین این آیه را می خواندند و به این آیه استناد می کردند در این مطلب. فرمود اولئک که یلعنهم الله، خداوند اینها رو لعنتشون می کند. این رو مرحمت نشده از بارها خدمت دوستان عزیز که گاهی بحث لعن رو که بعضی ها حساسیتی دارن یه مقداری براشون مشکل در بعضی از چیزها، مانند فرض کنید زیارت عاشورا، مثلا انگامی که لعن و صلات و سلام زیارت عاشورا رو میبینن، زیارت عاشورا رو دوست میدارن اما لعنش رو دوست نمیدارن. مثلا لعنت کردن در زیارت عاشورا رو یه مقداری حساسیت به خرج میدن بعضی ها، حالا با بعضی از دیدگاه ها عرض میکنم. اونجا در توضیح و سوالاتی که مطرح شده اشاره کردیم با عزیزان، کلمه لعن معنای خود واژگانی لعن یعنی ابعاد و دوری، لعن یعنی دوری، ملعون یعنی اون کسی که دور است. حالا از چه چیزی دور است؟ اینجا مشخصه، از رحمت خداوند. هر آن کسی که از رحمت الهی فاصله دارد میشه ملعون. یلعنهم الله یعنی خداوند سبحان این جماعت رو لعن میکند. حالا لعن کردن خداوند مثل لعن کردن ما نیست که بگیم اللهم لعن یزید خامسا، این مانند لعن، خدا کسی رو لعن نمیگه، بلکه خداوند لعن الهی چیست؟ لعن عملی است. ما لعنمون قولیه اما خداوند لعنش عملی است. اگر خدا کسی رو لعن میکند یعنی از رحمت خودش محروم میکند و دور میکند و فاصله ایجاد میکند، مشمول رحمت الهی نمیشه. اون کسانی که حقایق رو میپوشانند استحقاق رحمت خداوند ندارن. یلعنهم الله، اینها رو ذات حق از رحمت خودش دور میکنند. و یلعنهم الله انون، و لعنت کنندگان هم اینها رو لعنت میکنن، یعنی باید لعنت کنن. ببینید اینجا لعنت کردن کار خداوند و کار مؤمنان، کسانی که در پس سر خداوند سبحان میخوان حرکت کنن و میخوان این سنت الهی رو به جا بیارند، اینها هم لعن میکنن پوشندگان حقایق رو، چون پوشندن حقایق ظلم است. و علی لعنت الله علی الظالمین، و ظالم مشمول لعنت خداوند است و رحمت خدا رو نمیگیرد، چون پوشاندن حقیقت کفر است و لعنت خدا بر کافران است. یعنی کافر مشمول رحمت خدا نمیشود، ظالم مشمول رحمت خدا نمیشه. پس کفر یه چماق تکویر، این لعن یه چماق تکویر نیست، توجه داشته باشید. یعنی دوری از رحمت خداوند، یعنی اجرای عدالت الهی. اگر بنا باشه همه از رحمت خداوند این طرف سفره حضرت سید الشهدا بنشیند بخورد از سفره رحمت الهی، اون سو عمر سعد بخورد، یزید بخورد، شما بر سرش این سفره می نشینید که این گونه غیر منصفانه افکنده بشه؟ این که نمیشه، این که عدالت نیست. لعنت اجرای عدالت الهی است، یعنی خدای اون کسانی که مشمول رحمت الهی نیستند به کنار، و خدا خداوند این رو تعلیم میدهد. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. بارها گفتم باز هم تاکید میکنم، چون اینجا گفته میشه این بحث که پراکندگویی نباشه. ببینید لعنت حتاکی نیست، سبابی نیست، فحاشی نیست، ما هیچ کدوم از اینا رو تو اسلام نداریم و مرتعید نیست. حد کردن، سب کردن، فحاشی کردن در قاموس اسلام، پیامبر اسلام و اهل بیت هیچ تعریف و جایگاهی نداره. یه مسلمان نمیتونه سباب باشه، سب کنه کسی رو، ناسزا بگه، نمیتونیم فحاشی کنیم، اینا هیچ مقبولیتی ندارد. یک بار وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی در طول عمر شریفشون به کسی ناسزا نگفتند، هیچ کدام از امامان ما یک بار دهان مبارکشون رو نگشودن به ناسزا.
اینو توجه داشته باشید، لعن چیزی است، سب و فحش و ناسزا سخن دیگری است که با ما بیگانه است و ما هم با اون باید بیگانه باشیم. فرمود اولای که یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، که اینها شایسته اینن، اون کسی که حقایق رو میپوشاند جامعه رو گمراه میکند، اون کسی که حق رو کتمان میکند ظلم بشریت میکند، و چنین انسانهایی مشمول رحمت خداوند نیستند. خب سخن خیلی محکم و جدی گفته شد، خیلی وحشت آور است. الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولای که اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. خیلی خوش و شیرین است لحن آیه شریفه و بشارت و امید بعد از لعنت میاد. الا الذين تابوا، مگر اون کسانی که اگر چنین کاری رو انجام داده اند توبه میکنند و رجوع میکنند. خب این منطق همیشه در قرآن وجود دارد و یکی از بزرگترین عنایات الهی این است که انسانها هیچگاه به درب بسته برخورد نمیکنند در قبال رحمت خداوند. باب رحمت حق همیشه گشوده است، آغوش رحمت خداوند همیشه پذیرای بندگان خاطی و خطاکار است. این سنت بزرگ و زیبای خداوندی است که رحمت او همیشه پذیرای بندگان است و میپذیرد انسانها را. پیش شرطی هم ندارد. پیش شرطی که در اینجا وجود دارد صدق است و صفاست. اگر صادقانه و با صفا بندگان خداوند سبحان میان، خدا هم پذیرای اینها هست. خب این تعبیر تعبیر توبه است، اما اینجا من یه نکاتی رو عرض میکنم که قابل توجه است و اون این که الا الذين تابوا، هر چند چنین کاری رو انجام دادن و خطای بزرگی کردن اما راه گشوده است برگردید، مگر اون کسانی که توبه میکنن. با توجه به اینکه توبه در قرآن هم به خداوند نسبت داده میشود هم به ما انسان ها، خوب است که ما یه معنایی برای توبه ارائه کنیم که جامع هر دو باشه، هم به خدا صادق باشه هم نسبت به خلق صادق باشه. نوعا مفسرین اینطور معنا نمی کنن، میگن که توبه در مورد انسان ها یعنی رجوع، یعنی رجوع از گناه و خطا به طرف خداوند. توبه از خداوند یعنی پذیرش این رجوع. میگن انسان که توبه میکند یعنی رجوع به سوی خدا میکند از خطای خودش، خدا که توبه میکند یعنی رجوع شما را میپذیرد. خب این معنایش درست است، اما اگر بتوانیم ما یه معنایی بکنیم که مشترک بین ما و خداوند باشه این معنا کلمه توبه، این شاید دلنشین باشه، بد نباشه، لطیف باشه چنین معنایی. و این عملی است، میشه اینطور معنا کرد. ببینید به اصطلاح امروزی ما کلمه توبه رو میتوانیم اگر به این معنا که عرض میکنم منتقل کنیم، هم خدا و هم خلق رو در بر میگیرد. بگیم توبه به معنای تغییر موضع است. توبه یعنی تغییر موضع. انسان هنگامی که موضع و موقعیت و جایگاه خودش رو تغییر میدهد این میشه توبه. انسانی که تا الان در موضع عصیان و عدم پذیرش فرمان خداوند است، جایگاه تمرد دارد، به خود می آید، با که جنگیدن، با چه کسی مقابله کردن، تمرد فرمان کی؟ اون که یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما رو، مقصد ما رو تو می دانی، بده مقصود ما رو، با کی ما مقابله کنیم، با چه کسی ما داریم، با کدوم امکانات، با کدوم قوت، با کدوم کسی که عزیزتر از جان است به جنگیم؟ با خودمون داریم می جنگیم. به خود می آیم، متوجه می شیم از موضع تمرد و عصیان تغییر جهت میریم، میریم تو موضع طاعت و پذیرش. این میشه توبه. از موضع بعد و فاصله گرفتن، انسان با قوانین خدا را زیر پا گذاردن قدم به قدم فاصله می گیرد از ذات باری تعالی. یعنی در موضع بعدیم و فاصله گرفتنیم، به خود می آیم، این موضع رو تبدیل میکنیم به قرب و نزدیک شدن، فاصله رو نزدیک، یعنی تغییر موضع میدیم از بعد به قرب، این میشه تغییر موضع. از موضع قهر و درشتی منتقل میکنیم خودمون رو به موضع عفو و رحمت، یه تغییر موضع اینچنینی میدیم. توبه تغییر موضع انسان در جایگاه هایی که دارد نسبت به خداوند سبحان. حالا از اون طرف توبه در مورد خداوند سبحان هم تغییر موضع است، خدا هم تغییر موضع میده. یعنی خداوند تا الان به این بنده نظر قهرآمیز دارد،
تا الان به این بنده عاصی خدای سبحان نظر غفران و رحمت نداره، اما الان که این موضعش رو عوض میکنه، خداوند سبحان هم از موضع قهر به لطف، از بعد به تقریب و نزدیک کردن، از درشتی به ملاطفت، یعنی دقیقاً با تغییر موضع عبد خداوند سبحان هم تغییر موضع میدهد و از اشد المعاقبین تبدیل میشه به ارحم الراحمین. این موضع عوض میشه و تغییر چنینی پیدا میکنه. به این معنا پس کلمه توبه را میتوانیم مشترک بین خدا و خلق بدانیم. بندگان خدا توبه میکنن، جهتشون را عوض میکنن، به طرف خدا حرکت میکنن، به جای اینکه بگریزند به دامن میآیند، به جای اون که جبهه بگیرند تسلیم میشن. خداوند هم به جای اون که درشتی و قهر بکنه ملاطفت و رحمت میکنه. این میشه یه معنای مشترک بین خدا و خلق. فرمود الا الذين تابوا، مگر اون بندگانی که توبه میکنن، موضعشون رو عوض میکنن، دیگه در صدد کتمان حقایق نیستن و چنین و چنان. منتها همیشه در قرآن میبینید بعد از این که کلمه تابو میاد و اصلهو، یعنی بعد از توبه، همیشه نوعاً در خیلی از موارد کلمه صلاح میاد، صلاحیت میاد. یعنی چه؟ خب میدانیم انسان وقتی توبه میکند که خرابی هایی به بار آورده است، یعنی ما با خطا و عصیان و کجروی ها و بدروی ها یه خرابی هایی کردیم، یه درون رو خراب کردیم، برون رو خراب کردیم، آبادی رو به زیر کشیدیم، یه مفاسدی رو ایجاد کردیم. خب حالا الان بعد از این که ما توبه میکنیم، بالاخره این توبه بدون اینکه توجه به خرابی‌های به بار آمده شده باشه نداشته باشه، این فایده نداره. یعنی اگر توبه ما فقط صرفاً یک کار نظری باشه، کار عملی نباشه، این مقدمه است دیگه، زل مقدمه نیومده، بقیه کار انجام نشده. هنگامی که ما در موضع توبه می نشینیم، باید تغییر شخصیت بدیم، باید تغییر ماهیت بدیم، باید وجودمون رو، وظایفمون رو، کارهامون رو متحول کنیم، الا که این توبه نخواهد شد. قبل از توبه ما خرابی های به بار آوردیم، الان باید این خرابی ها رو اصلاح کنیم. لذا همیشه در قرآن بعد از توبه، به دلیل اینکه مفاسدی به بار آمده است، سریعا خداوند سبحان بحث اصلاح رو مطرح میکند. فرمود الا الذين تابوا و اصلحوا. اما یه نکته مهم اینجا وجود دارد. اصلحوا چه چیزی رو باید اصلاح کرد؟ ببینید، ما هر چیزی رو که خراب کردیم همون رو باید اصلاح کنیم. هر چی رو خراب کردیم همون رو باید اصلاح کنیم. یعنی توبه، این خیلی نکته مهمی است که عرض میکنم، التفات بفرمایید. ما اگر نوع اسیان و خطامون رو نگاه کنیم، نوع اصلاح بعد از توبه ما هم از همون جنس باید باشه. ساده عرض میکنم، یعنی یه انسانی مشکلات اقتصادی داشته است، حقوق مردمان رو چپاول کرده است، پا رو بر حلقوم خلق گذارده است، تعدی هایی کرده، تجاوز به حقوق انسان ها کرده است، به خود میاد، برمیگرده، خدایا نمیخوام دیگه مال حق مردمان رو ناحق کنم و نمیخوام به این شیوه زندگی کنم. الان از توبه این فرد و اصلاح این فرد این نیست که نماز شب بخونه، من بعد نماز شب هیچ فایده ای برای این کار و این توبه نمی کند. جان برادر، توبه این نیست که بگه من رفتم مکه، دیگه چسبیدم این حجر الاسود رو، سرم رو داخل حجر کردم، گفتم استغفر الله ربی و اتوب الیه و هزار رکعت نماز اینجا خوندم، چنین کردم، دیگه من توبه کردم. این اصلحو نیست. اگر کسی مفاسد اقتصادی دارد، الا الذين تابوا و اصلحوا، اینه که مصالح اقتصادی حالا ایجاد کند، یعنی باید صلاحش در مسیر همون خرابی های اقتصادی و مالی باشه. اگر یه انسانی خطا و اشتباه، او یه اشتباه اخلاقی بوده است، یه انحرافات اخلاق جنسی مرتکب شده، یه کارهای اینچنینی مرتکب شده، این دیگه اگر بیاد بگد حالا که من توبه کردم، دیگه حالا اینجای مبلغ رو میدم، این بنا رو، این مسجد رو، این نمیدونم کار فرهنگی رو، این چی رو سرمایه گذار، این توبه اون کار نیست، اینها کارهای خوبی است، اما اینها اصلاح اون کار نیست. باید اون کار رو اصلاح کرد، باید کاری انجام بدی که اصلاح اون خطا و فساد و مفسده اخلاقی باشد. یعنی هر توبه‌ای که ما می‌کنیم به دنبال اون می‌خوایم بهسازی کنیم و خطای گذشتمون رو جبران کنیم. جبران خطا از جنس همون خطایی است که
قبلا انجام دادیم اون فاسدش بوده، حالا باید اصلاحش بکنیم. و این خیلی مهمه، یعنی خیلی ها ممکنه در جامعه خداوند نوری به دلشون میتاباند و اینها به نوعی توبه این چیزی، اما بالاخره خب اینها توبه میکنند، اما توبهشون خب از این نوع که عرض کردم، اون کسی که گریبان او تا خرخره در زیر حقوق مردم گرفتار است، حالا این با دا جوشن کبیر نمیتونه کاری بکنه، این نمیتونه با خیلی از مستحبات کاری انجام بده، این باید حقوق مردم رو پرداخت کنه، این باید جواب خلق رو بده تا خداوند سبحان توبه اون رو بپذیرد. و این بسیار کار مهم و دقیقی است که در آیه شریفه مشاهده میشه. فرمود الا الذین تابوا و اصلحوا، حالا به دنبالش و بینوا، اینو خوب دقت کنید، خیلی زیباست. الا اون کسانی که توبه میکنند و تغییر موضع میدن، کارشون رو اصلاح میکنن و بینوا، تبیین میکنن. یعنی چی؟ یعنی روشن میکنن، واضح و آشکار میکنن. دو معنا اینجا از آیه استفاده میشه، یکی مطابق با همون قبل، یکی هم یه معنای بسیار مهم. اون اینه، کسانی که این معنایی که الان گفتم، یعنی همین بحثی که اصلاح ما با نوع فسادی که داریم باید هماهنگ بشه، از این کلمه آیه استفاده میشه. اینا قبلا چیکار کردن؟ این تو این آیه قبلی عده‌ای حقایق رو کتمان کردن و پوشاندن، الان به خود اومدن، توبه کردن، کارشون رو اصلاح میکنن. حالا با چیکار کنن؟ باید اون حقایق پنهان شده را بیانو، باید این را آشکار کنن. اگر من حقی رو پنهان کردم، الان باید این حق رو رو کنم. اگر من علمی رو از جامعه گرفتم، اگر آگاهی رو از جامعه دریغ کردم، الان باید این رو تقدیم کنم، باید این رو بیانو روشن کنم، به مردم بیاگاهانم این مطلب رو و برسانم به جامعه، اونگاه توبه من مقبول است و من میتونم نتیجه بگیرم. این یه معنا. معنای دوم، یکی از نکاتی که در اسلام خیلی مهمه عزیزان، بحث حفظ حیثیته. یعنی ما انسان ها باید حیثیت خودمون رو، آبرو و اعتبار اجتماعی خودمون رو حفظ کنیم. گاهی ببینید اینجا ما یه اسراف هایی داریم، یه افراط هایی داریم، یه شیوه یه نگاهی داریم که درست نیست. اون اینه، بعضی ها میگیم که بالاخره حالا چشم مردم مهم نیست، آقا ما بین خودمون و بین خدای خودمون کارمون رو داریم انجام میدیم، اینطور نیست و مهم نیست. و نه، اینجا نباید ما افراط و تفریط بکنیم. انسان مسلمان موظف است حیثیت اجتماعی خودش و اعتبار اجتماعی خودش رو حفظ کند در نظر مردم. حالا نمونه عرض میکنم براتون. ببینید، گاهی ملاحظه میکنیم که در باب مستحبات و واجبات یه تعبیر خاصی رو در شریعت میبینیم. مثلا توصیه میشود با انسان مسلمان که سعی کنید به گونه ای نباشه که همیشه نمازهای واجبتون رو به تنهایی در منزل و در پنهان بخوانید. نه، اگر شما در یه خیابانی زندگی کردید 20 سال و یه مرتبه پاتون تو مسجد این محل نگذاشتید، اهل محل ممکنه به ذهنشون بیاد که این آقا شاید اهل نماز نیست، این تخریب حیثیت شما یه مسلمان است، نکنه این کار رو بکنید. شما ولو، خوب دقت کنید، ولو برای اثبات مسلمانی خودتون، برای اثبات اهل نماز خودتون، گاهی اوقات به این مسجد محلتون برید و نماز واجبتون رو اینجا بخونید. اما هرگاه حالی بود، شوری بود، عشقی بود، خواستید دوگانه ای در یگانه بگذارید، اینو در خلوت خانه خودتون مستحباتتون رو بخونید. نرید نماز شبتون رو، نماز فطرتون، تسبیح دستتون بگیرید و صد شب تو مسجدتون بخونید. نه، این کارو نکنید. مستحباتتون بگذارید برای خلوت، اما واجباتتون رو گاه در حضور جماعت بخونید. این حفظ اعتبار مسلمانی شماست، حیثیت خودتون رو حفظ کردید، اعتبار خودتون رو حفظ کردید. گفتن زکات واجب مالتون رو علنی بدید اما انفاقات مستحبتون رو پنهانی. شما زکات واجب مالتون رو بدید، مردم ببینن شما مسلمانید، شما اهل زکاتید، شما اهل خیرید، اما اون انفاقاتی که میخواید به این تهیدست نیازمند مسکین فقیر برسید، دیگه آبروی اون رو نبرید در حضور جامعه، بیاید صف کنید اینا رو، بهشون کمک کنید. اما برای اثبات حیثیت مسلمانی خودتون، حتما زکات واجبتون رو، واجبات مالیتون رو گاه علنی بپردازید. اینها رو گفتن برای چی؟ برای همین که عرض کردم، برای حفظ حیثیت. اون مکتب ملامتیه در میان متصوفه مکتب مردودی است. ما قائل نیستیم، حالا ولو مراد خواجه هم این نیست مثلا احتمالاً، یا این باشه بالاخره تو این غزل زیبا که منم که شهره شهرم
به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقه ما کافری است رنجیدن. اما شاید اون وفا کنیم و ملامت کشیم، اون مراد اون ملامتی که میگوین عده میخوان از این غزلی رو استفاده کنن نباشه مراد این رند شیرازی. اما ملامتیه مردود است از نظر ما. یعنی چی؟ یعنی که من یه کاری بکنم که تنها مردم نه اینکه به حیثیت من احترام بگذارند، بلکه خیلی ما رو هم عددی حساب نکنند. ما بنوشیم در یه ظرفی که ممکنه رنگش چیز دیگه باشه، که ما آب بخوریم مردم خیال کنن ما چیز دیگه میخوریم. این ملامتیه؟ نه، این مردود است، ما این فکر اسلامی نیست. این توصیه ما موظفیم که اون اعتبار و حیثیت اجتماعی خودمون رو حفظ کنیم. خب مردم دیدن ما یه گناهایی رو انجام دادیم، بالاخره رو شد، رو می شود، برون خواهد افتاد خیلی از سرهایی که ما پنهان می کنیم. دیدن ما بعضی از مظالم رو انجام دادیم، دیدن ما بعضی از معاصی رو انجام دادیم. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. حالا که اومدید شما در وادی خیر قرار گرفتید، حالا که نسبت به گذشته تغییر موضع دارید، بگذارید مردم ببینن تغییر موضع شما رو، همونطور که گناهتون رو دیدند بیان و طاعتتون رو ببینند، توبتون رو ببینند، همونطور که مردم آزاری های شما رو دیدند الان این وجه مثبت شخصیت شما رو هم ببینند، تا اون حیثیت و اعتبار اجتماعیتون حفظ بشه و جایگاه خودتون رو در جامعه داشته باشید. و بیان و این معنای دومی است که خیلی هم لطیف و درسته و از آیه شریفه استفاده میشه. فاولئک اتوب علیهم. چقدر زیباست کسانی که بعد از اشتباه و انحرافات این چنینی برمیگردند، اصلاح میکنند، کاستی ها رو جبران میکنند. من خدا فاولئک، ببینید بارها در قرآن ما به افعالی برخورد میکنیم که اینها صیغه جمعند، یعنی خداوند به لحن جمع متکلم مع الغیر. حالا مثل این که فرض کنید انا نحن نزلنا الذکر، ما به درستی که امانا ما ذکر رو فرستادیم، یعنی لحن جمع در آیات شریفه قرآن میبینید. خدا نیاز به جمع آوردن نداره، خداوند که قل هو الله احد، خداوند که نیاز به جمع نداره. وقتی صیغه جمع در قرآن میاد، یه نوع تنتنه، یه نوع فخامت، یه نوع سنگینی و وزانت در کلام دیده می شود، یعنی یه حالت شکوهمندی است. مثل اینکه این بزرگان وقتی نمیخوان صحبت کنن میگن ما چنین گفتیم که این ساختمان چنین شود، ما چنین گفتیم. اون سخن ملوکانه، اون سخن به اصطلاح بزرگان این چنین است که اینا از صیغه من استفاده نمی کنن. من اینطور میگم حالا این کار انجام بدم، نه، ما گفتیم که این کار انجام شود، نمیدانیم چه شد. لحن این چنین نیست. خب چه کسی عظیمتر و با فخامت تر از ذات باری تعالی و شکوهمندتر از جلال الهی، از اون عزیز مطلق؟ لذا خداوند گاه برای ایجاد این موضع و این حالت در بندگانش با جمع صحبت میکنه. اما وقتی خدا میخواد از در محبت، نزدیکی، قرب با بندگان خودش صحبت کنه، اونها رو مینشوند اون طرف، خودش میشونه این طرف، با صیغه متکلم وحده صحبت میکنن، با من و تو صحبت میکنن. ادعونی استجب لکم، بخونید، نه نستجب، نستجب اگر میگود ما اجابت میکنیم، نه، ادعونی شما بخونید، من خودم، نه ملائکه، نه فرشتگانم، من و شما، استجب لکم. عجیب است. اینجا میگه این کسانی که توبه میکنند، اتوبو، خیلی حرف داره این، نه نتوبو، جمع نمیاد که حالا ما تدبیری میکنیم، فکری براشون میکنیم، میگیم ملائکه کاری بکن، نه، اتوبو، من خودم، شما توبه کنید، بیایید، کاری میکنم که حتی ملائکه من هم اسرار شما را فراموش کنند، کاری میکنم که حتی پاره از این مطالب از شاهدان اعمالتون ولو از قلب خاتم انبیا محمد مصطفی هم محو
محو بشه و از میان بره و در خاطر پیامبر هم خاطراتتون نموند. این تعبیر صیغه متکلم و من خیلی لطافت عجیبی میده به سخن. اتوب و من خدا، اتوب علیهم، من هم نسبت به اینها تغییر موضع میدم و توبه خودم رو شامل. و انا تواب و رحیم، و من خدا، من نحنو هم نیست، باز انا، باز همون مفرد، و من تواب رحیمم. اینجا هم یه نکته ظریفی داره، اینو بگم ببینم. کلمه تواب یعنی خب صیغه مبالغه است، یعنی بسیار توبه پذیر. خداوند توبه زیاد میکند، از بندگانش بیشتر خدا توبه میکند. چطور؟ چون بالاخره ذات واحد اوست و میلیاردها بندگانش. ما انسان ها هممون رومون به حضرت اوست، توجه او به تمام بندگان خیش است، یعنی او از همه بندگان خودش توبه را قبول می کند. ما همه با او صحبت می کنیم اما او از همه بندگانش توبه را می پذیرد، لذا او توابه. یعنی هر انسانی در عمرش چقدر خطا می کند، همه انسان ها چقدر خطا می کند، لذا خداوند تواب است، از همه می پذیرد، اون شدت و کثرت رو می رسونه. ولی نکته لطیف و عجیب اینجا وجود داره و اون اینه، خداوند میگه و انا تواب، من توبه پذیرم، من هم تغییر موضع میدم برای بندگانم. اما بعد به دنبالش میگه و انا تواب و رحیم، یعنی این که خدا توبه بندگانش را قبول کند، ریشه و انگیزه این چیست؟ رحمت الهیست. اینه که خدا بابا برای لعنت بندگانش نیافریده است، برای رحمت آفریده است. اینی که خدا بندگانش رو برای عذاب نیافریده، برای غفران آفریده است. لذا رحمت اصله و انا تواب الرحیم، من از در رحمت توبه بندگانم رو میپذیرم و اینها رو به سوی بارگاه خودم جای میدهم و راه میدهم. این یه نکته. نکته دوم، خداوند اجباری برای پذیرفتن بندگانش، توبه بندگانش نداره. ما هیچ دلیلی نداریم که توبه پذیری بر خدا واجب باشد. از خود این آیه شریفه استفاده میشه، و انا تواب الرحیم، ریشه پذیرش توبه تفضله و رحمت خداونده. از سر رحمت خدا میپذیرد، نه از سر جبر و اجبار. واجب نیست بر خداوند توبه بندگانش رو بپذیرد. حالا چه فرقی میکنیم؟ چه نکته‌ای داره توش؟ ها، این خیلی مهمه. ببینید، اینو گاهی در بحث شفاعت من درس کردم خدمت دوستان. یکی از ایراداتی که بر بحث شفاعت بعضیا میگرفتن همین، که شفاعت مردم پر رو میکنه. مردم آقا طول سال خدا میدونه چه کار میکنن، کجا هستن. ده شب میان تو این مجلس میکوبن به سینه‌شون، زنجیر میزنن فلان، چطور؟ بعد میگن ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم. اینا خیلی کارها رو انجام میدن، بعد با یه حالتی مثلا یه اعمالی بالاخره چیزهایی و بعدم دیگه میگن آقا ما مثلا به شفاعت امام حسین عرض به خدمتون دل بسته. میگن نه آقا این خبرها نیست که شما گمان میکنید. اترج و امتن قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی، به تعبیر اون شاعر، به تعبیر شاید خود شاعر که چه عرض کنم، وقایع خود کربلا، این شعر مال اونجاست، اصلا مال خود روز عاشوراست. آیا امتی شفاعت پیامبر رو امید دارند که با فرزند او چنین میکنند؟ مگر میشه اینطور؟ مگر میشه خیلی کارا رو انجام داد با دهان آلوده بعد گفت شفاعت حسین ابن علی است؟ نه، معلوم نیست. اینطور که شما میگید نقد میکنید برای خودتون شفاعت را، چنین چیزی نیست. یه قدی آهسته تر برید. در باب شفاعت عرض کردیم، باب شفاعت گشوده است، از مسلمات قرآن بحث شفاعت است. اما این شفاعت شامل حال کی میشه؟ کدومی که از ما الان میتونیم بلند شیم بگیم بنده مشمول شفاعت حضرت سید الشهدا فردای قیامت هستم؟ یه نفر میتونه این ادعا رو بکنه؟ هیچ کس نمیتونه این ادعا رو بکنه. هیچ کس نمیتونه بگه امام حسین مجبور است من را شفاعت کنه، به حضرت عباس قسم که من مورد شفاعتم. هیچ کی نمیتونه این ادعا رو بکنه. هممون میدونیم که شفاعت وجود دارد، اما اینکه من حتما مشمول شفاعت باشم این رو نمیدونم. از یه طرف امید دارم و دلبسته ام به شفاعت، اما از این طرف که مسلم من مورد شفاعت قرار بگیرم نمیدونم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که من پر روی به شفاعت نمیشم،
نتیجهش این میشه که من دنبال کارم میرم، دنبال وظیفم میرم، اما دلبسته به اون رحمت واسعه هم هستم، دلبسته به اون باب شفاعت هم هستم. عین این مطلب تو توبه پیاده میشه. از یه طرف خداوند باب رجوع و توبه بندگانش رو باز میکند، اجازه بازگشت و رجوع به بندگانش میده و اینها رو پذیراست. اما از اون طرف وقتی نگاه میکنید، این طور نیست که بگیم خب بالاخره حالا ما فرصت داریم، هنوز جوانیم، بالاخره کارمون انجام میدیم. بابا خدا هم که گفتن دیگه، آقایان بالا منبر گفتن، آقا گفتن، ما شنیدیم که اگر کسی واقعا یک سال قبل از مرگش توبه کند خوب است، اگر کسی یک ماه قبل از مرگش توبه کند خوب است، اگر کسی یک هفته قبل از مرگش توبه کند خوب است. حالا ما هم که بالاخره وقت داریم و مجال واسع است و یه وقتی هم برسیم به جای توبه میکنیم و از تمام اعمالمون و کار درست میشود. نه، کی گفته اگه شما توبه کنین توبتون قطعا قبوله؟ از کجا میدونیم؟ چه کسی میتواند قاطعانه بگوید خداوند حتما توبه من را چنین و چنان؟ نه، برید کاری بکنیم که کارمون به توبه نکشد، بریم جوری عمل کنیم که به عذرخواهی مبتلا نشیم، وظیفمون رو درست کنیم، کارمون رو درست کنیم. خداوند هم باب توبه رو باز میکنه، پیش روی انسانها میگذاره رحمت خودش رو، اما در این حال قطعی نمیشه، مسلم نمیشه که موجب تجری و به تعبیر همین عامیانه پارسی خودمون موجب پررو شدن انسانها باشد. فرمود و انا التواب الرحیم، من توبه پذیرم و این توبه من از سر رحمت منه. حالا چه کسی مشمول رحمت خداوند میتواند باشد یا نباشد، دیگه برید دنبال این که خودتون رو مشمول رحمت کنید و شایسته استحقاق رحمت خداوند باشید. این مال کسانی که توبه کردند برگشتند. اما ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفار، اون کسانی که گفتن سر ما بشکن نرخ ما نشکن، اون کسانی که کفر ورزیدن و مردن بر همین ننگ کفرشون، حقایق رو پنهان کردند و با همین حالت جان دادند، اولئک علیهم لعنت الله، لعنت خدا بر اینها، و الملائکه و لعنت ملائکه و الناس اجمعین. الله اکبر، خیلی تند لحنایه. لعنت خدا بر اینها باد، لعنت ملائکه بر اینها باد و لعنت همه مردمان بر اینها باد. یعنی اون کسانی که به عناد، خوب دقت کنید، به عناد و لجاج در قبال حق می ایستند، پافشاری بر کفر و پوشاندن حقایق می کنند، ملعون‌ترین بندگان در میان بندگان خدا خواهند بود. فرمود و الناس اجمعین، خالدین فیها، اینا می مونن تو جهنم. اصلا اینا اگر 100 سال دیگر که نه 1000 سال دیگر هم عمر کنن همینن، لذا جایگاهشون هم همین است. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب، هیچ تخفیفی در عذاب داده نمیشه. یکی از تلاش هایی که در سیستم قضایی انجام میشه در مورد مجرمین، وکلا نوعا سعی میکنن که بتونن این مجرمشون رو کاری کنن که از اعدام تنزل پیدا کنه با یه درجه حبس ابد. میگن بابا حبس ابد خب برسون اعدامش کن تموم بشه کارش بره، حبس ابد چه فایده داره این بمونه، این مرگ تدریجی و فرسایشی که بدتره. میگن نه، این اگر تبدیل شد با یه درجه از حبس ابد، از اعدام به حبس ابد، امید هست که بعد تخفیف در مجازات بیاد. بالاخره یه روزنه از امید باز میشه، یه تحولی چیزی، بالاخره عفی، نمیدانم، بخششی، تخفیف مجازاتی، تبصر مادی، امید هست. اما در قیامت هیچ امیدی برای این کارها وجود نداره. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، به هیچ کسی هم استمهال و مهلتی داده نمیشه. اینها هنگامی که مشمول عذاب الهی شدند، پایان آنها چنین است. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. آیه بسیار لطیف است. انشاءالله در نوبت آینده ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر و بهتر آیات شریفه خودش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. صلوات و نعت بفرماید.